کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفری ننگین به حاکمیت آخوندهای خوناشام وارد تهران شد. وی که در مماشات و تبعیت از حجاب اجباری آخوندها شال سیاهی بر سر داشت، با ظریف وزیر خارجه رژیم و آخوند روحانی رئیس جمهور ارتجا دیدار و گفتگو کرد. اشتون با پاسدار شمخانی دبیر شورای عالی امنیت رژیم و پاسدار لاریجانی رئیس مجلس ارتجا و همچنین با پاسدار جلیلی مذاکره کننده قبلی رژیم در دولت احمدی نژاد نیز دیدار کرد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه‌های هفته گذشته خود سفر اشتون به ایران در بحبوحه اعدام‌های جمعی و خودسرانه و صدور احکام جنایتکارانه ضد بشری مانند قطع اعضای بدن و ملاقات وی با سردمداران این رژیم را به شدت محکوم و تأکید کرده بود این سفر نقض آشکار ارزش‌هایی مانند دموکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون است و رژیم آخوندها را در ادامه تشدید این جنایت‌ها تشویق می‌کند. به همین خاطر مقامت ایران از خانم اشتون خواسته بود با لغو این سفر بر درد و رنج مردم ایران نیفزاید. تلویزیون فاکس نیوز در گزارشی درباره افزایش اعدام‌ها بعد از روی کار آمدن آخوند روحانی گفت به نظر می رسد اعدام‌ها در ایران برای حسن روحانی دستاورد مثبتی محسوب می شود. زیرا محمد جواد لاریجانی رئیس حقوق بشر قوه قضاییه رژیم ایران گفته است جهان باید اعدام‌ها را یک دستاورد حقوق بشری بزرگی ببیند. فاکس نیوز افزود از زمان روی کار آمدن روحانی بیش از 400 ایرانی اعدام شدند. طی سال 2013 در ایران 624 نفر اعدام شدند. کمیسیون حقوق بشر ملل متحد در فوریه گذشته از رژیم ایران خواست که به اعدام‌ها پایان دهد. در 7 هفته اول سال 2014 بین 80 تا 100 نفر اعدام شده بودند. تعدادی نیز به صورت مخفیانه اعدام شدند که در آمار فوق محسوب نشدند. فاکس نیوز همچنین گفت در حال حاضر ایران با 28% بیکاری و تورم 40% یکی از بالاترین رتبه‌های جوانان معتاد را به خود اختصاص داده است.